در خط خبرها گوشمانی سپاه در کانادا سپاه پاسداران در کانادا هم تروریستی معرفی می شود اسرائیلی ها جانشین سید حسن نصرالله را انتخاب کردند و شکستن مهره کمر یک معترض توسط نیروهای امنیتی درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروح اخبار شروع کارزار حقوق بشری در کانادا برای معرفی سپاه پاسداران به عنوان نهاد تروریستی شاهین مقدم یکی از اعضای خانواده قربانیان پرواز اوکراینی هدف نصب دو بیلبورد از تصاویر شکیبا فقاهتی و راستین مقدم از کشته شدگان پرواز شماره پی 752 هواپیمای مسافر برای اوکراینی و تصاویر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 در شهر تورنتو واقع در کانادا را ناگزیر کردن دولت این کشور برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی اعلام کرد. شاهین مقدم که همسر و فرزند خود شکیبا فقاهتی و راستین مقدم را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده است در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا در توضیح این کارزار به یک مصوبه قانونگذاران کانادایی در سال 2018 اشاره کرد که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است و از دولت این کشور میخواهد در این زمینه اقدام کند او یکی از بیلبوردها را به یاد پویا بختیاری به عنوان سمبل حرکت های معترضین در ایران تلاش پدر او و برای یادآوری قدرها و اعدامهایی که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است توصیف کرد به گفته ی وی هر دو بیلبورد با کمک و حمایت مرکز حقوق بشری مهر و در خیابان یانگ در شهر تورنتو نصب شده است آقای مقدم میگوید با آنکه چندی پیش دادگاه عالی اونتاریو شلیک موشک های سپاه پاسداران به پرواز شماره پی 752 هواپیمایی مسافر اوکراین را اقدامی تروریستی اعلام کرد و با وجود فشارهای حزب مخالف جاستین ترودو دولت کانادا اقدامی در خصوص تروریستی اعلام کردن سپاه نکرده است پیشتر مرزاد زارعی یکی دیگر از اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی به صدای آمریکا گفته بود قاضی ادواردو بیلو بابا قاضی دادگاه عالی اونتاریو شلیک موشکای سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی را که منجر به کشته شدن 176 سرنشین آن شده را در حکمی تاریخی عمدی و اقدامی تروریستی دانست حکمی که مقامات جمهوری اسلامی ایران در واکنش به آن میگویند رأی آن دادگاه اعتبار حقوقی ندارد شاهین مقدم در انتهای گفتگوی خود به صدای آمریکا گفت در حال حاضر تمامی جناهای کانادا در حال فشار آوردن به دولت این کشور برای اضافه کردن سپاه پاسداران به لیست تروریستی و اضافه کردن یک سری اسامی ناقضین حقوق بشر در جمهوری اسلامی به لیست مگنیسکی برای بند شدن هستند. بامداد با چهارشنبه 18 دیماه ماه 1398 یک فروند هواپیمای مسافر برای بوینگ 737 خطوط هواپیمایی اوکراین با 176 سرنشین آزم کیف بود پس از برخواستن از فرودگاه تهران با اصابت دو موشک شلیک شده توسط سپاه پاسداران سرنگون شد مقامات جمهوری اسلامی تا چند روز دلیل سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام می کردن اما ایالات متحده در همان زمان به طور مشخص از سرنگونی هواپیما خبر داد پس از چند روز سپاه پاسداران سرانجام اعتراف کرد که این هواپیما را به اشتباه هدف قرار داده است این تاخیر در اعلام حقیقت و فریبکاری نظام موجب خشم مردم و اعتراضات عمومی شد سرنگونی هواپیمای اوکراینی زمانی صورت گرفت که سپاه پاسداران به بهانه تلافی کشتن قاسم سلیمانی موشکهایی به بخشهای خالی از سکنه یک پایگاه آمریکایی در عراق شلیک کرد کشورهای کانادا بریتانیا افغانستان افغانستان سوئد که شهروندانشان در آن رویداد کشته شدند اعتلافی تشکیل دادند تا در یک تلاش این پرونده را به نتیجه برسانند روز چهارشنبه 27 اسفند سازمان هواپیمایی ایران با انتشار گزارش نهایی خود کاربر سامانه دفاع هوایی مستقر در اطراف تهران را مقصر سقوط هواپیمای اوکراینی دانسته و اعلام کرد که او منتظر دستور از مرکز نمانده به دلیل خطا در تنظیم جهت جغرافیایی هواپیمای پرواز پی 752 را متخاصم تشخیص داده و برخلاف رویه پیش بینی شده اقدام به شلیک دو موشک به سمت هواپیما کرده است مقامات کانادایی و اوکراینی به گزارش نهایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 27 اسفند و با گذشت بیش از یک سال از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین با شلی که موشک های سپاه منتشر کردن نیز واکنش منفی نشان دادن و دولت کانادا از نبود اطلاعات قانع کننده در این گزارش ابراز نگرانی عمیق کرد اسرائیلی ها جانشین سید حسن نصرالله را انتخاب کردند. اخیرا پایگاه خبری ولای اسرائیل مدعی شده که شایعه ها و اخبار در مورد افت سطح سلامتی سید حسن نصرالله در شبکه های اجتماعی منتشر شده و مورد توجه اسرائیلی ها قرار گرفته است به گزارش بود رسانه های اسرائیلی طی روزهای گذشته اخباری ادعایی را از کاهش سطح سلامتی سید حسن نصرالله منتشر کرده و اهمیت حزب الله طی رهبری وی و نیز پیامدهای احتمالی فوت دبیر کل حزب الله را مورد بررسی قرار دادن. از زمانی که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت 21 سالگرد پیروزی مقاومت لبنان بر ارتش اسرائیل و اجبار آن برای خروج از لبنان در 25 می 2000 سخنرانی کرد رسانه های اسرائیل مداوم سوال را در مورد وضعیت سلامتی دبیر کل حزب الله لبنان مطرح ساختند در تازه ترین مورد پایگاه ابریه ولا مدعی شد که شایه ها و اخبار در مورد افت سطح سلامتی سید حسن نصرالله در شبکه های اجتماعی منتشر شده و مورد توجه اسرائیلی ها قرار گرفته است چرا که اسرائیلی ها شوق شنیدن هر خبری را در مورد حسن نصرالله دارند این پایگاه مدعی شده فردی که جانشین دبیر کل حزب الله در این منصب می شود کسی جز پسردایی وی هاشم صفی نیست این در حالی است که رسانه های ابری زبان هم در گزارش های دیگری از آن کرده سید حسن نصرالله قرار است روز سهشنبه سخنرانی جدیدی ایراد کند و بدین ترتیب بر شایعات اسرائیلی ها در این باره پایان دهد. یکی از بازداشتی های آبان در کلاب هاوس مهره کمرم را در بازجویی شکستند. گروهی از بازداشتی های اعتراضات آبان 98 در اتاقی به عنوان بی صدایان آبان در کلاب هاوس روایت های خود را از دوری بازداشت و از زندان بازگو کردند. مهدی نقدی از بازداشتی های آبان گفت در حالی که مهمان داشتم ساعت دوازده و نیم شب معموران به منزل ما ریختند. همسرم چهار ماه باردار بود. هنگام باز کردن در خانه در را به شدت هل دادند و همسرم پرد شد و فرزندم سق شد در زندان هیچ آشنایی نداشتیم که باید چه کار کنیم اذیت و آزار زیاد بود خانواده ها پیگیر وضعیت می شوند اما پاسخی نمی گرفتند برخی خانواده ها توان مالی برای پرداخت هزینه های مختلف را نداشتند در زندان مواد مخدر از آب نوشیدنی راحت تر در دسترس بود یکی از افراد با ارائه روایتی از وضعیت بازداشتی های آبان در زندان عادل شیراز گفت وضعیت بازداشتی ها در زندان عادل اصلا مناسب نبود بازداشت ها در چهار اتاق بودند ظرفیت این اتاقها نهایت 60 تا هفتاد نفر 啊不好。 کف خواب ها بود اما حدود 100 تا 110 نفر بازداشتی در این اتاق ها بودند قرنطینه چهار کابین تلفن داشت و خیلی ها نمی تا چندین روز تماس بگیرند تا چند روز اول آب نداشتند و وضعیت غذا بد بود همین باعث اعتصاب غذای زندانیان شد که آنها را تقسیم کردند و شورشیان سال 99 در آدلاباد هم در ادامه همین اعتراض ها بود فایل صوتی نوید لطیفی یکی از بازداشت شدگان آبان در اتاق پخش شد این بازداشتی با اشاره به اینکه توسط امنیت گیشا بازداشت شده بود گفت با چشمن من را منتقل کردند و نمیدونم اصلا کجا نگهداری می شدم دو بار بازپرس اعترافات من را نپذیرفت و من را برگردان انفرادی لطیفی در بخش دیگری از این فایل صوتی گفت به من دستبند و پابند زدن و با من فوتبال بازی کردند با چوب و چماق لگد من را بارها زدن مهره پایین کمرم را شکستند. می گفتن آنچه را که ما می بنویسید و امضا کن که می من این اقدامات را نکردم 24 روز اجازه تماس به من ندادند. و در آخر به خاطر تماس با خانواده اعتراف کردم که در تماسم متوجه شدم مادرم به دلیل نگرانی به کما رفته است این بازداشتی آبان تاکید کرد در زندان در تیپ 5 بودم و شرایط بد بود خودمان رسیدگی کردیم و شرایط را برای زندگی در آن بهبود دادیم اما ما را به تیپ دو منتقل کردند و مالی ها را به تیپ 5 بردند تیپ دو پر اساس است انگار فراموش شده ایم. محمد ترکمانی از دیگر بازداشت شدگان آبان که در حال گذراندن پنج سال حبس است در پیام صوتی گفت به دلیل انتقال غیرقانونی به بند دیگری از دوازده خورداد اعتصاب غذای خوش کردم و بازداشتی ها در چهار اتاق بودند که نهایتا 60 تا 70 نفر با کفخوابی جا می شدن اما آنان 100 تا 110 نفر را قرنطینه کرده بودند که در قرنطینه چهار کابین تلفن داشت تا چند روز اول آب نداشتند و وضعیت بد بود حکم سنگین داشتن هنوز خیلی از اسامی بازداشتی ها شنیده نشده تا وقتی به سلول باز نگردم به اعتصابم ادامه میدهم